پرزیدنت ترامپ میگوید امیدواریم مقابله نظامی با ایران روی ندهد، ولی خطر آن وجود دارد. پرزیدنت ترامپ این نظر را در پاسخ به سوالی داد که چه تهدیداتی از سوی ایران موجب تصمیم او به فرستادن ناو هواپیمابر و بمب افکن‌ها به منطقه خلیج فارس شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم فرهاد پولادی می‌بینیم. پرزیدنت ترامپ بدون وارد شدن به جزئیات گفت که افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس ضروری است. ما اطلاعاتی در اختیار داریم که شما ندارید. اقدامات آنها تهدیدآمیز بود و ما صرفاً خواستار امنیت برای کشورمان و دیگر کشورها هستیم. همزمان وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن برای حضور در خلیج فارس از کانال سوئز عبور کرده و بمب افکن‌های B-52 نیز وارد پایگاه نیروی هوایی آمریکا در قطر شدند. فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا اما گفت باب مذاکرات با مقامات تهران باز است. از وقتی من از توافق با ایران خارج شدم اقتصادشان خراب شده. تورمشان به میزانی است که من تا حالا جایی ندیدم. هر روز تظاهرات برگزار میشه. بنابراین کاری که باید بکنند این است که با من تماس بگیرند تا به گفتگو بنشینیم و به توافق عادلانه برسیم. ما فقط میگوییم سلاح هسته‌ای نباید داشته باشید. چیز زیادی نمیخواهیم و در ازای آن کمکشان میکنیم اوضاعشان بهتر بشود. الان وضعشان خوب نیست. من مایلم به ایران کمک کنیم. ما نمیخواهیم به ایران لطمه بزنیم. من دلم میخواهد ایران یک کشور قوی با اقتصاد قوی باشه. در همین زمینه مایک پامپئو دیپلمات ارشد کابینه پرزیدنت ترامپ در بیانیه گفت جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر در یک رشته اقدامات و اظهارات تهدیدآمیز دخیل بوده است. آقای پامپئو تاکید کرد رژیم در تهران باید درک کند که هر حمله از سوی آنها یا عوامل نیابتیشان با هر هویتی علیه منافع آمریکا و یا شهروندان آمریکایی با واکنش سریع و قاطع ایالات متحده پاسخ داده خواهد شد. خویشتنداری ما تا این مقطع نباید ایران را به اشتباه بیندازد که عزمی در کار نیست. واشنگتن میگوید که توافق هسته‌ای با ایران در رفتار تهران تاثیر مثبتی نداشته است.